سلام به شما، خیلی خوشحالم که مجدداً در برنامه امروز حضور دارید، با شما صحبت میکنم. زنان و خانواده هاشون چه نشانه هایی رو باید جدی بگیرن درباره امکان ابتلای مادر به افسردگی پس از زایمان؟ خانم بسکی، خب میدونیم که این یک خیلی ممکنه خیلی شدید باشه و شدید بودنش به این ترتیب هستش که خیلی مادر خسته هست، بسیار غمگین هست و گریه های بی جا، خنده های بی جا و حرکات دیگه رو داره. ولی مهمتر از همه این هستش که شما قبل از اینکه به اون مرحله برسه، شما ببینین چی کار میتونین در این رابطه بکنین. مثلا اگر در انگلیس یک کسی با سابقه بیماری های روانی یا دیپرشن، یعنی دپرسیون به وجود داشته باشه، بیاد ما رو ببینه، همون مرحله اول اون ماما و دکتر این رو در نظر میگیرن و به متخصص روانپزشک معرفی میکنن. این در واقع یک اسسمنتی، یک چیز هست، نگاه میکنن ببینن چه ریسکی وجود داره برای بعد از زایمان و قشنگ رابطه رو، یعنی چیز رو میذارن، برنامه رو میذارن که چیکار باید بکنن بعد از زایمان. ببینید، بچه شکم اول خیلی مهمه، سابقه خانوادگی مهمه، سابقه خانوادگی بیماری های دپرسیون و سابقه خود خانم خیلی مهمه. یعنی اگه اینا رو ما از قبل بدونیم و درس بدیم به، یعنی به همسر و به مادر و به خود مادر اون خانم، اینا همه میتونن خیلی راحت اینو تشخیص بدن. پس اولین اسلحه یک مادر این هستش که آگاهی به وجود خودش داشته باشه و فقط هم از طریق سازمان بهداشت اینجاست که ما میتونیم به این مرحله برسیم. و خب طبیعیه که تمام این مسئله پیشگیریه و میدونیم که الان این دارو وجود داره و چقدر هم خوبه که وجود داره، چون قبل تا الان دارویی به اون صورت وجود نداشت مخصوص این دوران. و اگه فقط لازم باشه 14 روز این دارو رو بگیرن و میتونه تا 45 روز این در بدن بمونه، خب خیلی مراحل حساسی رو میگذرونه مادر و کمک‌های دائم خانواده به اونا کمک میکنه که از این مرحله بگذرن. یعنی همیشه باید در مورد مسائل پزشکی پیشگیری و اینکه بدونیم که اگر این مسئله پیش بیاد چیکار باید کرد. چقدر نقش پارتنرها یا همسرها در دوران پس از زایمان برای سلامت روان مادر اهمیت داره خانم دکتر؟ خیلی خیلی مهمه. ببینید، مرحله اول که میان بیمارستان برای اینکه بوک کنن حاملگیشون رو در بیمارستان، حتما پارتنر، همسر به هر جنسی، به هر شکلی، اینا میان شرکت میکنن و تمام کتابچه‌ای رو که ما میدیم میخونن، مشخص هست و میتونن شرکت کنن. یعنی خیلی جالبه اینو ببینین که وقتی که یه پارتنر با خانومش میاد که حامله هست، میگن این زایمان ما، میگن we are pregnant. خیلی جالب، یعنی نمیگه که خانوم من حامل است یا همسر من حامل است، میگه we are pregnant. من اولای مقدار میخندم از این مسئله که خب آقایون، شما که، یا خانوم یا هر کی، شما که حامله نیستین، که ایشون حامله هستن، ولی میگن we are pregnant, our pregnancy. اینجوری در واقع یک کمک مشترک، یک کار مشترک، یک کمک. بچه هم خب طبیعه پارتنر خیلی بهتر از من و شما به عنوان دکتر ایشونو میشناسه، میدونه که چه مسائلی وجود داشت در گذشته و چه مسائلی به وجود میاد. و همین که این اتفاق پدید میاد، این در واقع هورمونا در مغز افت میکنه بعد از زایمان، حرکات خیلی نابجا پدید میاد، اولین کسی که میتونه تشخیص بده که این درست نیست، این اوت آف کاراکتر، یعنی کاراکتر این خانم اینجوری نیست، همون همسرش هست، پارتنرش هست که میتونه تشخیص بده و کمک درخواست کنه. خانم دکتر خیلی ممنونم از حضورتون در برنامه امروز.